خوردن یک شاعری فوق‌العاده هستند، یکی از زنان پیشقدم و پیشگام افغانستان خودشان هستند و ما تصمیم گرفتیم بعد از اینکه هر شنبه هر ماه آخر ماه مخصوص و مخصوص برای برنامه زنها تشخیص میتون و تشخیص دادیم و میخواهیم که اونا بیاین صحبت های خود کنن، از کارهایشان، از فعالیتاشان، چی زنهایی که در داخل افغانستان هستن، چی زنهایی که در بیرون هستن ازشان بشنویم. منظور بسا زنها در بیرون از افغانستان هم موفق هستن. اوما جان تردی که در تاریخ 1957 یک 1951 یعنی به اول هفتم عمل 1951 در شهر کابل چشم به دنیا اینا گشودند. بعد از پایان دوره دانشگاهی در رشته علوم تربیتی از دانشگاه کابل جهت ادامه تحصیلات و اخذ دانشنامه دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. اینا مثل که به اول جنوری یا هفتم جنوری به تولد شده بود. ببخشید من اشتباه کردم. ولی متاسفانه به علت وقوع انقلاب اسلامی تحصیلات وی ناتمام ماند و مجبور به ترک ایران گردید و با روی کار آمدن رژیم کمونیستی در افغانستان بازگشت وی به افغانستان ناممکن و لذا ناگزیر به مهاجرت به امریکا گردید و در نیویورک اقامت گزید. از سال 1979 تا 1992 به هنر خیاطی و طراحی لباس پرداخت. در سال 1992 تا سال 1999 در شرکت بریکت فورد گاتمن و گودمن که باز خودشان شاید بگویند که کیها بودند به عنوان مدیر اصلاح و تعمیر لباس ایفایی وظیفه نمود. در سال 1999 تا سال 2008 در شرکت طراحی معروف ایتالیایی جورجیو آرمانی به عنوان رئیس اصلاح و تعمیر لباس در سر تا سر امریکا مشغول کار بود. از سال 2008 تا اکنون در شرکت لوردن تایلر به عنوان رئیس اصلاح و تعمیر لباس در سر تا سر امریکا با وظیفه‌اش ادامه می دهد. در سال 2011 نخستین مجموعه اشعارش به نام میلاد نسترنها و در سال 2012 دومین مجموعه اشعارش به نام زمزمه‌های نیایش در امریکا به دست نشر سپرده شد. و مندار جهت آشنایی بیشتر با کارهای از اینا شما میتونین به www.omaterzi.com مراجعه کنین. اوما جان گل بسیار خوشحال هستم شما را در استودیو با خود دارم. خواهش میکنم. از اینکه از من دعوت کردین بسیار تشکر میکنم و سلام و درود فراوان خود بر بینندگان شما ارائه میتونم. انشالله که همیشه سلامت و خوش باشین. شما همیشه باعث افتخار ماستین. یعنی دختر میکنم. که شما خودتان هم پیش قدم بودین، دختر شایسته افغانستان بودین و همیشه برای من عزیز هستین و به اصطلاح عطر و بوی او زمانه با خودتان هم میکنین برای ما. شما مهربان هستین اوما جان گل. من گذشته از اینکه مندار خود شما را میشناختم از دوران پاهنتون دیده بودم تان. لیلا جان خواهر شما را بسیار زیادتر میشناسم برای اینکه لیلا جان طرزی کسی بود که واقعا پیراهنی را که من در شب دختر شایستگی پوشیده بودم لیلا جان برای من دوختن در ظرف یک هفته. هیچ یادم نمیده که هر جایی که هستن زنده باشن و سلام های مرا بپذیرن. خب اوما جان گل، وقتی که صحبت از افغانستان شد میخوایم اول پیش از اینکه به کارهای امروزتان که میفهم بسیار آدم موفق هستین نظر به بایوگرافی زیره که از شما را خوانم و از کجا واقعا شروع کردین و من در اشعارتان دیوار اشعارتان بسیار زیاد بر من مهم است. میخوایم یک کمی به افغانستان وقت بریم، به افغانستان که به اصطلاح شما جوان بودین. بله بله یادم جوان است. بله بله بسیار خردسال بودین. خردسال. یک روز ما گفتم که ما پیر شدیم اینا، یکی از دوستام رحم یکی از آقایانم رحم بگ مجلس شده بود گفت الله زهره جان پیری زن است شما پس ما اگر جسمان پیر میشیم ولی روحن همیشه شاد هستیم. معلوم دار. به هر صورت اوما جان گل میریم به افغانستان. من یادم میاد یک بار که من در پارک شارنو یاد شما هست معلوم دار و او رفت یاد کنم پارک زندگی ما بود پیش سینمای پارک اینا که من یک دفعه که حال کابل رفتم و کلی جای ها دیگه اگر قدر کوچک به نظرتان نیم اون وقت بسیار مهم بود. دفتر اخبار کاروان اموج بود. بله پشت و پشت بله پشت بله. پارک شارنو بود و مثل که آقای کوشککی در وقت مدیر مسئول بودن. بله. آقای والا و آقای کوشککی. آقای والا بله. بله. و مندار بعدها آقای باشن یادشان را یادم رفتن این دقیقه اسمشان گهگدای آمدن بله. به اونجا و چنان جهبار بله اخبار بله. کاروان دوام دادن. مندار در پولی اخبار پرچم و خلق اینا که فیشن بود و هر کس بله. میخوان اخبار کاروان هم بسیار زیاد مهم بود و بله. ما به کاروان و به اخبار مساوات بسیار علاقه داشتم بله. که از آقای میمنگال بله. بود. در اخبار کاروان تصویر شما آمده بود و مسئله دختر شایسته مطرح شده بود. اگر کمک سر از این صحبت کنید و بازماندار از نیلوفر جان هم خواهش میکنیم که همراه ما به اصطلاح همکاری کنن و اکساره که در سال اگر اشتباه نکنم 1970 بود که
من اون زمان بسیار همکاری داشتم از نظر ادبی امرای روزنامه کاروان و مزگردا می شده. اتفاقا آقای کوگدای هم خودشان در دانشگاه کابل بودن امی پروگرام اداره می کردن. بله. و روزنامه کاروان تصمیم گرفت که برنامه و اصلا دختر شایسته را اینا شروع کنن. بله. در اون زمان مدت اینا تبلیغ میکردن اما هیچ موفق نمیشدن که کسی خود کاندید کنه. آراسی بسیار جرات میخواست. بسیار جرات میخواست. خلاصه وقت که همراه من صحبت کردن من رفتم همراه پدرم مشورت کردم. گفتم که این همین موضوع است. شما چی فکر میکنید؟ پدرم گفت که تو همیشه کارهایی که میکنی کج شکنی و بهتر است که کارو بکنی. من گفتم به این شرط میکنم که کاندید میشم. بعد که شرکت نمیکنم. اما این همین در باز میشه. دریچه باز میشه برای دختر آقا. آراسی هم که بله بله. بله. خلاصه جرات به خود دادم و کاندیدا خود معرفی کردم. در جمله که کاندیدا معرفی میکردم نمیفهم عکس گذران دنیانی یک عکس است که پالوش تبریک هم نوشتن. اما عکس هایی که از اخبار اینا هست در این عکس بسیار جالب بود که اول که عکس میگرفتن کمرمن یک فلاشه قدیم یادتون است که بسیار قویش بله. یک دفعه آمد که عکس ما بگیره من پلک زدم این هم یک دفعه دو دفعه آمد که عکس ما بگیره پلک زدم باز آخر گفتم من او گوشه را کل میکنم اما تو آرام هم شیشته بودم عکس ما گرم این عکس هم چاپ شد و این باز از انترکانتیناتل تمیم شا فوراً یک کارت درست کرد و برای من بر تبریکش روان کرد بله. یعنی شما اون وقت به کانتیناتل هم رفی گرد نرفت به هتل کانتیناتل نه او تا دید کتنگ اخبار خلاصه بعد از یک تعداد دخترهای دیگه هم شرکت کردن که باز پسانا مثل که رفت به طرف مجله جواندو رو شما هم که باز خودتان میفهمین دیگه که باز داستان دیگه تغییر کرد بله. باز داستان تغییر کرد و با شما انتخاب شدن که بازم براتان تبریک میگم خواهش میکنم ولی بله. اول یک تایتل بود به نام ملکی زیبایی بله. اخبار بله. کاروان و مندر گفتی شما هم قسمی که پدر شما با شما گفته بود سدشکنی در وقت بسیار سخت بود بله. امروز که افغانستان میگیم امروز روز هم همتر بود بله. یعنی تو نبود که یک آزادی های فوق‌العاده بود و مندر بود بعدا که اخبار مجله جواندونی را گرفت ما به اثر تشویق مدیری مکتب ملاله محترمه و میراجان امیدی بله. من خود کاندید کردم که از من تقاضا شد بله. اما شما واقعا یک قدم اول شما ماندین و باز چرا دوام ندادین؟ بله ببینید حقیقت شگر بگم در واده قدر من مشغولیت و مصروفیت هم داشتم چرا که من برای رادیو افغانستان نمایشنامه می ساختم برای مجله پشتونژق مدام شعر بود و حتی خبرنگاری میکردم امی آمد جان نوید وادا نقاشی میکرد من ولی کسی با خبرنگار مصاحبه کردم ایشان معرفی کردم داستان می نوشتم در یو اس ای کار میکردم برای سفارت ایران کار میکردم اما شما اوماجان وقت محصل پانزده ساینس نبودید؟ نه خیلی من علوم تربیتی تعلیم تربیت تعلیم تربیت بله تعلیم تربیت چون مادرم تعلیم تربیت دوست داشت من رفتم به خاطر خواهش مادرم آها اما اصلا چی میخواستم کدام شکل میخواستم بله من اصلا در دل خودم مگه بود اول طب میخواستم چرا نمره اما شما یک دکتر میبودید بسیار طب شایدانه بله اما پس باید ادبیات ایران ادامه دادم خلاصه مشغولیتم زیاد بود و از اون طرف هم میفهمید که من خب جایزه ادبی رو در دانشگاه کابل هم برای شعر روز مادر بردم یعنی زندگی ما واقعا مملو بود از چیزهای بسیار ادبی و هنری دیگه نیاز به ادامه و این کارا نمیدیدم بله چون کد شکنی رو کده بودم بله. اما طور که اگر یادتان باشه که یک قسمتش بسیار کمدی اولی دفعه که گفتن یک دختر مدلینگ کنه در اون زمان کارخانه خارجی سرمایه گذاری کردن در کابل وقتی که کارخانه خارجی سرمایه گذاری کردن باز هیچ دختر جرات نمیکرد که کارو بکنه و به من آقای خیرزاده و آقای ستار جفایی اینا زنگ زدن که یک ماه یک عکس میخوای فقط یک عکس روی روبروی یک میز شیشته باشه یک توفه روبروی شد باز من با امر بابی مشورت بابی گفت بابا این کارو بکن دخترای جرات پیدا کنن که نسلای آینده بتونن این کارو بکنن من عکس مرا انداختن و در تقریبا یک چهارم صفحه مجله عکس من می بود در روزنامه کاروان و چندین روزنامه چاپ می شد انیس و اسلاو اینا و روبرش یک توفی بسته بود این چیز دیگه نبود یک معما بود هیچ کس نمی فهمید و بعد از یک ماه واش شد یک صابون و نام افسده هست با بچه های پانتون نامر افسده هست آمان با بچه های پانتون به اندازه شخ بودن از چیز میگفتن آره اما من رای نمیجادم اما بسیار با تربیه بودن بسیار بله با نزاکت بودن یک نزاکت فاقلاله بود خلاصه با این صد شکنی هم که من کدم یک قدم بود که برداشته شد خب مانده شما از یک خانواده بسیار دانشمند برخواستین اما جان پدر شما بسیار یک آدم دانشمند بودن مادر شما و ماندار برادرای شما آقای ننگیالای طرزی یکی از دیپلمات‌های بسیار موفق افغانستان آقای زمریالای طرزی که در مورد عرفیات افغانستان بسیار کار کردن یعنی در هر خانواده که من تصور میکنم در اون وقت پدر
چیز فهم بود بله. معلوم دار بسیار تشویق میکرد دخترای خدا بله بله. و این کارای او همونطور که امروز ما میدیم چقدر ما یعنی ممانعت های وجود داره برای دخترها که گام هایی رو بردارن او وقت هم همونطور بله بله دقیقا شما درست میگید چون من مادر ما من داستانش شاید چکر این در آرکایو وزارت خارجه هم هست در زمان اعلیحضرت امان‌الله خان شورش ملای لنگ وقتی که شد و گفتن که اعلیحضرت امان‌الله خان کافر است و قرآن حذف کرده با یک تعداد دخترای قابل نمره اول نمره را به اصطلاح جمع کردن 4-5 تا دختر را بردن جنوبی امرای خود خود اعلیحضرت بله و مادر من یکی از جناست بله که در اوج رفتن بر دفاع از اینکه دین اسلام درس داده میشه به علاوه از تاریخ و جغرافیا و ادبیات درس داده میشه بله و مادرم خاطرات خود همیشه میگفت که وقتی که رفتیم در جنوبی که تمام مردم زنجیرها به گردنشان بود و اینا شورش کرده بودن و چند تا انگلیس هم اونجا بود و اینا میخواستن که بدانن که واقعا قرآن رو حفظ کردن و دین از بین بردن یعنی و مادرم از کسرا بود قرآن حفظی بود بله. بله. و به علاوه که و کارش جالبه که مادرم کرد که به من بسیار در آینده جرات داد گفت وقتی که اون ملا از من تمام سوالار کرد اون انگلیس تمام سوالار کرد و حضرت خودشان اونجا بودن و نماینده وزارت معارف همگی بودن مادرم یک سوال از ملا کرده بود گفت شما تمام سوالایی کردین من جواب دادم حالا من از شما سوال میکنم ببینید یک دختر خرد 8 ساله شما در این منطقه که هستین شمالتان کجاست جنوبتان شرقتان غربتان و ملا نتونست جواب بده و این دختر خردسال برگشت گفت که به علاوه که دین حفظ نکردن به ما این چیزا رو یاد میدن و این داستان باعث میشد که خب دخترش که من بودم تشویق شوم بله و به علاوه که بعد از اینکه پدرم بودن امرم مادرم خب میفهمین 18 سالگی که 18 سال بود مادرم فوت کردن پدرم با او طرز فکر روشن فکرانی که داشت بسیار مرا تشویق میکرد و مخصوصا خودتان میفهمید که من وقتی که شعر آزاد در افغانستان شروع کردیم اولی جن هستم که در تاریخ افغانستان این کار کردیم آقای فارانی رازق فانی میگفتن اما دیگه کس شعر آزاد نگفته شعر آزاد بود و او هم یک جن بود, بود. و مخصوصا هم در روزنامه کاروان چاپ میشد هم در مجله پشتون رق در میرمان در مجله اردو و جواندون و تنها کسی که باعث میشد که من ادامه بدم پدرم بود و پدرم چند وقت پیش با استاد لطیف ناظمی صحبت میکردم گفت پشتیبانی تو پدرت بود اگر پدرت نبود گفت برات بگم در جامعه پیشرفته که ایران و زمان بود وقتی که فروغ فرخزاد شعر گفت پدرش از خانه او رو بیرون کرد گفت اما ما بارها دیدیم که پدر تو خودش میرفت از مجله فروشی خیرخواه روبروی خانه ما بود از اونجا میرفت و مجله رو میخرید و من دیدمش کجا میره آقای ترجی گفت برم که شعر نو ما برآمده یقینا پدر ما بسیار رول داشتن مثلا پدر ما بسیار مشوق ما بود وقتی ما به رادیو بودم حتی به رادیو رفتن یک عیب بود که یک دختر به رادیو میرفت معلوم دار مثلا به موتر رادیو شیشتن این چیزا عیب بود بله. اما پدر من جمله آدمایی بود که مشوق درجه اول بود برای من که من مسابقات زینی رفتم بله. و به شکل افتخاری شروع کردم بله. و همیشه همی مثلا بحث میشه درست است ما برای سواد دانش زنهای افغان بسیار زیاد پافشاری میکنیم بله. اما من به این عقیده هستم که باید فوکس بسیار زیاد و دقت بسیار سر تعلیم و تربیه مرد جوان افغان بله. شود تا زمانی که در یک خانواده پدر از علم و دانش بهره‌مند نشه او نمیتونه که زنها در اونجا نفس کشیده نمیتونه بله. دخترها نفس کشیده نمیتونه مندار پدر شما بسیار یک آدم بزرگوار بوده خب اما جان شما مندار اشعارتان مجموعه اشعارتان که بر ما روان کردین کتابای بسیار عالی مثل زمزمه های نیایش کوچ پرندگان میلاد نسترن ها چی یک نامای زیبای شاعرانه و شاعرانه انتخاب کردید شما باید همیشه عاشق هم بوده باشه بله بله همیشه اینا را که شما فرستادن مندار کوچ پرندگانش بسیار به مهاجرت‌های افغان‌ها بله بله خوره. کدام یکی از اینا را به کابل یعنی به افغانستان شما یعنی سرشکار کردین و کدامش به امریکا تمام بله. کردین من از اشعار افغانستان هم بسیار تعداد کمش رو دارم آها. و در میلاد نسترانا یک تعداد کمش هم هست اینا به همت دوستای عزیز بود که از مجله و روزنامه پیدا کردن کتن کردن بر من روان کردن آه بسیار خوب بله. چون من وقت در مهاجرت من طفل 3 ساله به دست ما ماشینگن در سر ما در تهران فقط با یک بکس حرکت کردیم از ایران برامنیم و پولم نمیتونستیم داریم بله. من بسیار هزار دلار وارد امریکا شدیم آها بله بله و اشعار که در این مجموعه میبینین تمامش در امریکاست آها فقط یک تعداد بسیار کمه از افغانستان است اما از افغانستان خب اشعاری که گفتشت کاملا سبکش فرق میکرد شما فکر کنید یک دختر 18 ساله چه قسم شعر میگفت و حالا یک زن 62 ساله چه قسم شعر میگفت دیدی آدم فرق میکنه بله بله و
ادامه دارن انشالله که مجموعه چهارم هم گریدست من است که او رو تمام کنم و یکی گفت که چرا که عجله میکنی؟ گفتم وقتی که بعد از پینجا میرسم سن سرپایانی سرپایانی سربالایی نیست. نیمانی من فکر میکنم اما جان وقتی که یک زن 50 ساله میشه کامل میشه بسیار راحت میشه بسیار مچور میشه یعنی و معلوم دار بسیار گفتی شما معلوم دار به یک عجله آدم قرار میگیره که برای زیک کارش بکنه سن به سرعت پیش میره و من فکر میکنم به 50 سالگی من عشق دل آدم میخوای باید بکنم یه بار دیگه. خب شما آله که قرار است که دیوان دیگر یعنی بسازن یعنی هنوز غیر دست سش کار میکنه تقریبا آخرش است ما قدمه رو باید دوستا بنویسن که برای چاپ روان کنه. خب من این سوال از بارجان سیدام کردیم همیشه چون اونا رو موقع نشار بسیار جالب میگن و جملات و لغت هایی را که انتخاب میکنن بسیار قشنگ و مقبول است. از شما هم میخواییم بپرسم که وقتی که آدم در سرزمین شرق است افغانستان، ایران، اینا و در خود طبیعت ساختمان جغرافیایی تب شاعرانه میته و از این خاطر است که ادبیات دری فارسی و پشتوی ما بسیار اشعار زیبای عاشقانه و شاعرانه و رومانتیک است. اما زمانی که شما در یک آپارتمان تنگ و تش در نیویورک ششته باشین و این بلدنگا را ببینین و این شهر را ببینین آیا امو انگیزه و امو احساس به وجود میایه یا چطور؟ ببینین ما افغانای او زمان من همیشه میگم جوانای 1960 و 1970 ما یک زیبایی را با خود ما آوردیم که این دیوار آهنی نمیتونه از ما جدا کنه یقینا. و آزادی واقعی را ما مزهش چشیدیم. واقعا شما کابل در اون زمان ببینین کسی با شما کار نداشت، شما هر کاری که دلتان میخواست بکنین. آلما خود کاندید کردیم، مادلین کردیم، جایزه اول بردیم، شعر آزاد گفتیم، هم خانواده پشتتان بودن و هم محیط مصاحب و مناسب بود. اما تنها البته در کابل کابل معلوم دار بله. در خوب شد که در کابل به دنیا آمد و همین دلیل ما او خاطره رو امرای خدا آوردیم و هیچ وقت ما نمیتونیم از او جدا شیم. من اگه پیشتر اگه متوجه شده باشین در موتر کشیشتیم که مرا بیاییم در استودیو گفتم که باز به کابل زنگ بزنم. من تا امروز نیویورک کابل میگم بله. یعنی ما از کابل ما خود نتونستیم جدا کنیم و از او عزیزایی که باشان بودیم نخواستیم جدا شم و به مدل کتاب آخر تمامش برای افغانات. آها بله بفهم بله. و همیشه به ذهن شما هست بله. مثلا من مثل که آهنگ احمد زاهر فقیره که در شروع بله. برنامه ماندم یک رقم احمد زاهر یک پیوند دلها بله. و نصر هاست و بله. رومانس و اشعاری که بله. استفاده میکرد در آهنگ های خود احمد زاهر فقیر بله. او واقعا او اشعار دیگر خوب خلاله بله. بود و او گفته شما خاطرات میاره دیگر بله. بله ما یعنی بیشتر با خاطرات خود زنده هستیم چون ببینید در مهاجرت ما یک زندگی کاملا ساختر از دست میتیم و یک با یک و گفتیم آیدنتیتی جدید میاییم یعنی اومای ترجیح دیگه کس نمیشناسه کی بوده بله هویت را که داشتیم هویت و هویت ما میگم همیشه با شناسنامه جدید با هویت جدید با زبان جدید با نام جدید میاییم یقینا بله. بله. و در جامعه مثل امریکا فقط شما نیویورک اگر فکر کنین که یک منطنه که من زندگی میکنم جمعیتش از زمانی که ما در افغانستان بودیم بیشتر سال 13 میلیون است. او آدم میگفتن که افغانستان جمعیتش 12 میلیون است. شما وقتی که وارد یک جمعیت سرسام آور در اونجا میشین مگر خودتان خودتان نجات بده ها یقینا متوجه بله. میشین در غیر صورت شما محو میشین. اینال در اونجا از هیچ خودتان باید بلدب کنین بالا بیارین یک چیزی بسازین و یک مبارزه میخواه. پشتوانه ما همین خاطرات خوشی که داریم با خود ما یقیناً بله. و گرچه نمیخوای موضوع رو به مسائل طبی ببرم بله. اما باور کنین ما افغانایی را که به مرض الزایمر دچار بله. شدن و ما اینا را که همشون شیشتیم یا صحبت کردیم اینا امی مثلا امی موقعیت یا امی وقتی را که اینا به امریکا آمدن این دیگه هیچ وجود نداره بله. و اینا بسیار به گذشته هست بله بله. وقتی که امرای پیرای ما که به نشن قوم هستن من این رو میبینم شانه همیشه قصه های قدیمه میکنه بله. قصه های افغانستان چرا او همیشه به مقصدشان حق شده بله، بله، و از امروز چیزی نیست و شاید چیز بر ما هم واقع شده خدا نکنه و من ترسیز و وحشت شو بسیار زیاد دارم. خب ببینین ما میخوایم با کوچ پرندگان بیایم ماما جان بله. که این یک نام بسیار با مسماست به خاطر که پرنده ها در فصل زمستان از یک جای مهاجرت میکنن و میرن به جای دیگر به جای گرم و از جای گرم پس باز باز میاین من دارم پرواز هستم. ما هم یک نوع کوچ کردیم بله. از سرزمین خود. شما وقتی که برمیک آمدین از کجا آغاز کردین و چی احساس داشتین و زندگی رو چطور پیش بردین؟
ببینید در مهاجرت یا انسان برنده است یا بازنده. آها بله، چون اونایی که در حالت ملو میرن و ما شاید به آلزایمر هم دچار شدن و یه دلیل بر شما میگم که وقتی شما وقتی در کشور خارج میین باید تمام گذشتره یعنی در زمانی که در مموریتان است در واقعیت زندگی بهش فکر نکنین. آها ببینین که اطرافتون چی میگذره. بله و در اطرافتون به اصطلاح همه میگن امریکا لند آف اپورتونیتی. واقعا این چی هست؟ چی اپورتونیتی برای ما هست؟ چی امکانات برای ما وجود داره؟ در واقعیت وقتی که ما آمدیم اینجا در مهاجرت ترجیح هستن کی؟ آها راست میگه. اوما کیش اصلا اسم مرا باید اسپیل کنم به مردم یاد بدم. نه یک دختر از افغانستان آمده. افغانستان هم نمیشناختم. افغانستان در زمان قدیم یکی گفت پالوی الاسکاس یا پالوی ژاپن گفتم بالا دیگه نو کامنت به اصطلاح. خب ببینید نه مملکت ما رو میشناختن نه شخص ما رو میشناختن نه خانواده هیچ چیز نبود. من فکر کردم که یک آدم هستم که هیچ از هستی نیست شدیم انال از نیستی خود دوباره باید هست یکی خود پس بشت بسازم. بله و توقعم نداشتم که من برم یک دروازه رو بزنم من میخوایم رئیس یک جایشم نه. بله یعنی هرچی تعلیماتم که داشتیم فراموش کردم. دیگه او ما شاعرام نبودیم دیگه که شعر میگفتیم. بله من نشستم با خودم گفتم که چی بلد هستی. آها چون که خیاطی را مادرم فوق‌العاده بلد و بر لباس پوشیدم خب میتونید در دوره ما فیشن بسیار مهم زیاد بود. مثلا شبای جمعه سینمای پارک خیاط بر ما لباس میدوخت اگر معلوم دار. چون ما خود ما در خانه برادرای ما کلش خیاطی بلد کل ما لیلا جان خب میفهمین که چقدر هنر از بود اینا. اول از خانه از مادرم که یاد گرفتم که مرام میگفت باید بیا پنهان خواب برام بودو که من ببینم که تو یاد میگیری یا نه. یک روز برام یک نصیحت کرد گفت چون ما شما را همیشه لباس شیک تنتان کردیم دنیا فراز و نشیب داره. این هنر را یاد بگیر که یک روز حسرت ویترینای مغازه را نخوری. چه گپ خوب زده. بله. خب ببینید ما از این بچه لازم است یک دختر جوان یاد داشته باشه و به اوجای رسیدیم که لیلا جان که مغازه داشت من میرفتم میدیدم که چیکار میکنه. خلاصه خیاطی رو بلد شدم. همین سرای امریکایی هم خوب تکا میاد. بله بله. سنفیا رو تشویق میکردم که برن تکه بخرم و برشان دریشی بودم. و برای ناجی کیفی و نعیمه جان شرف برکلی رخت میدوختم اینا رختای خود میاردن پیش ما و درست میکردم. در امریکا کاملا گفتم آسانترین چیز در امریکا چیز؟ گفتم خیاطی. روز سیوم بود یا دوم بود همه خیلی انگلیسی بلد بودم نشته کردم که good news for people who live in flashing especially for senior citizens. بسیار مهم است یک مارکتی بسیار مهم است 50% for senior citizens. چرا به خاطر که دورادر مکتی دون تماش بلدنگ های senior citizens باور میکنه که بعد دو روز بعدش شروع کردن مردم آمدن. منطقه من کار از $2 شروع کردم از $6 شروع کردم پیران مورد اوزیره و $20 دختم تا ای که آستا آستا مردم به یکی دیگه صحبت کردن معرفی کردن که با کارا و کجا رسید. حالا اگه خواهش کنید لیلی فرجان اگر اسکیچ های سال 1980 بانین که اوما جان کار کردن. بله در اول من اسکیچ که میکردم با تمام اسکیچ رنگ میزدم و کامل برشان نشان میدادم. باز چون که مشتری زیاد شد باز فقط بر هر نفر که میامد من چندین اسکیچ میکردم. اسکیچ کامل نبود. نمونه رنگ صحبت میکردیم و مردم میفرستادیم که برن اینا چی بیارن. اگه اینا رو سیر کرده بودی دانه دانه نیلوفر جان. آها بله و بعد از اون وقتی که مردم اسکیچ ها رو میدیدن بله به اساس رنگی که به مویشان و بروشان میخورد تکر انتخاب میکردیم. بله این بسیار دیزاین های ابتدایی ماست. آها البته بله. این سال 1980 بله این دیگه ببینید کاغذ ها بلکل شاری در رنگ های کاغذ ها نصبوری شده. بله این همین تازگی ها پیدا کردم چون فراموش کرده بودم. بله و بعد از اون که مشتری زیاد شد باز آیسته آیسته لباس ها رو به قیمت های بالاتر اسکیچ ها کاملا فرق کرد و که بعد از این باز شروع میکنیم نشان میدیم دیزاین های بعدی ره. آها بسیار خوب. باز 13 سال چون بچه‌م خود بود نمی‌خواستم بچه‌م رو بیشتر تر کلان کنه. در جمع در خانه بودم شاگردام داشتیم و ما بعد از اون که لباسا رو برای مردم می‌دوختم و بچه‌م هم رسیدگی می‌کردم تا اینکه با فرم لباسا فرق می‌کنه. بله و وقتی که فرم لباسا فرق می‌کنه اساس دیزاین‌ها کامپلیکیتد شد. معلوم دار بله که با یک مقدار از اون اگر نشان بدن ما خب اگر کارا دیزاین‌های نو اوما جان اگر نشان بدین اینا سال 1980 بود. خب اینال با شما ماندار وقتی که دیزاین های علاقه کردن کمپانی های بزرگتر با شما علاقه پیدا کردن یا شما شما کارهای بعد دیزاین که میکردم دیزاین ها همه گیش برای اینا لباس عروسی هست. ببینید من مثال برتون میدم این لباس اگر ما در موردش صحبت کنیم شما این تارایی که میبینید
یعنی کرد است، کرد سلک است. آها. ما از یک لباس برای مادر یک نفر دوختم که این پارچه نیست، تکه نیست. بله. و تمام از یک کت دست مثل موج دریا دیگه شد. و دخترش که ازدواج میکرد مادرش آمد گفت که تو برای آرسی دختر من باید تمام یک لباس دیزاین کنی، چون تکه از این هیچ وقت چی نشده، پیدا نمیشد، تکه نیست. و من کاری که میبینم مشکلی بود که من باید با اندازه بادی اون نفر اول لباس آماده میکردم و یک لایه سفت برش میدادیم که بسیار محکمی بود، مثل بادی میبود. بعد که کرده را دانه دانه میدوختیم کت دست، مثل قالب در روش میمد. و بعد که موردوزی هست ما بینجید که بازی کت ارگانزا یک جای کردیم که لباس میشد. یعنی هر لباس مرا وقتی که شما ببینید کل از یک ابتکاری بود و هیچ وقت هم دیزاینر دیگه تکرار نکرده. من تو از جایی که میبینین که دیزاینر دیگه شاید شما بگین که چرا مثلا این پر از امرای مرواری امرای تکه اون داره به دیزاینر شما یونیک بوده، یونیک چون وان اف ا کایند تکرار نمیشد. مثلا این لباس کوتاه که با اتچمنت که در پشتش داره لباس بلند میشه، لباس دراز میشه. بله. و اینا که بردارن میتونن لباس کوتاه باید بپوشن. بله بله بله. اینم یک لباس آرتیست. مثلا ببین تمام این مرادوزی افتکاری کار بسیار سخت است و شما این کوشش میدید. اینم دیزاینر اینجا بله اینجا دیزاینر است که برای اکسسوریز در زمان که در برگدورف گودمن بودم. آها، برگدورف گودمن یک کمپانی جرمن، نام جرمن واره. خود صاحبش جرمنی است ولی آمریکایی است که مثلا یعنی کسی که در نیویورک رفته قیمت ترین فروشگاه در دنیا و اکسکلوسیف ترین فروشگاه در دنیا. آها، یکی از فروشگاه های بسیار فوق العاده است. بله بله. که من در اونجا 7 سال منیجر آلتریشن بودم. خب اینا دیزاینای نوتانه. بله. اینا ما جمع دوره چول ببینید که من از سال بعد که کار رسمی گرفتیم دیگه خودم بر کس لباس نمیدوختم. آها با توجه میشه کار ما باز تبدیل میشه به کار منیجمنت. بله خب. بله. اولی از وقتای سال. بله، از همین وقتاست که تا سالای 92. 92 شما. بله، از 79 تا 92 لباس ها رو دیزاین می. بله بله. بله، بسیار مقبول. خب شما اوماجان آل خو این چیه لباس های؟ بله. حالا ببین مثلا اونمو غزلیش برداشتم میشه لباس کوتاه میشه. او با یک تکمه وصل است که یخه میره در طرف پشت گردن. و این که بسته میشه دامن لباس دراز است. وقتی که میکشه لباس کوتاه. یعنی من کارهای من بسته مولتی فانکشن بود. آها، بله. هم کوتاه میشد، هم بلند دراز میشد. بله. مثلا این تکه با این قسم تکه نیست، موردوزی شده در روی یکی. یا دست راست هم که میبینین بله. کلش ابتکاری. چون که قرار ما امرای مشتریان بود که لباس دوباره نباید تکرار میشد. آها، یقین از نگه اونا و مشتریان بودن. اما اگر من مثل سرمایه داره که در امریکا بودن او پول داشتم دیگه خود حالا کجا بودیم. بله بله. اما از اون موقعیت که دارم راضی تر هستم، باور کنم معلوم داره. یعنی را همین تابوت سرش گرد میزنیم. بله. ببینید تابوت یکی بسیار فیلم چی؟ سامسون دلایلا یادتانه؟ آها. در سامسون دلایلا اید لامار یک شنل داشت که پر تاووس داشت. آها. و یک مشتری آمد که میخواست یک چیز از پر تاووس باشه. این تمام پر تاووس و خود تاووس ما جور کردیم. آها. متوجه میشین یک لباس آبی در پشت این تاووس، تاووس پم اول یک تکه پنبه پارک است که ما بین از پنبه رماندیم، کت برگای تاووس بادیش ساختیم، روی نولش و چشمش مردوزی تاج داره. و باز این دوم بعضی تمام خود پرا سرش موردوزی شده. دوم باز میای به طرف راست میبینیم که میای این طرف. بله، یعنی ابتکاری که یک زن امریکایی وقتی گفت تو باید در بریتیش موزیم لندن بانی. راست میگه. بله. چیز فوق العاده است، یک خانم افغان مثل یک دیزاین آلا کرده. بله. این حال اینمی در یه جای دنیا نیست و هیچ وقتم تکرار نشده. یقینا راست میگن. بله، این کارهای شما راستی بسیار لباسای مقبول دیزاین کردن و شما میتونین که ایدیه بتین برای مثلا در این لباس نارنجی مورای کلان میخواستم یا گردنبند خودم داشتم، آخر سر رو گردنبند پاره کردم بهش اضافه کردم. کنم ایده که داشتم باید از او چیز به دستم میامد. بله. یعنی ببینید هر کدام اینال شما اینه میبینید، نه در ایش کتلاک میبینید، نه در ایش فروشگاه میبینید. و این مندار ذوق خاص خود شما بود. باز مندار این با قیمتهای بلند به فروش میرسید؟ بله دیگه. ببینید در اوایل بسیار جگره میکنن مردم. بله. مالمدار و اصطلاح که وای یک دانه موتر بنز نو خریدین صفقه چم یک جرک افزان تر بتین، یک آپارتمان نو خریدین یک $10 تخفیف بتین. برای ما به اول گرفتن پول بسیار سخت بود. آها. عادت نداشتیم. باز من خجالت میکشتم. اما تا دوره جالب بود که 10 سال بود تا که بچیم کلان شد و یک پوزیشن در کمپانی برگدورف گودمن وقتی که باز شد. بله. مرا یک نفر گفت که اما چرا نمیری بیرون کار میکنی، یک کمپانی که کسر هایر نمیکنه. من که رفتم باور کن بعد از 6 ماه اونجا منیجر شدم.
بسیار بله. خوب بله. چون کاری که من کردم تمام کار منیجره والنتیری میستم به من بده که من برات بکنم. آها. فوتو شما خودم یاد گرفتم. بله. خواستم یاد بگیرم. اینا من تلاش کردم. تلاش کردم. زحمت کردم. بله. مردم ساعت 9 می اومدن من 7 میرفتم سر کار بدون که پول بگیرم. آفرینتون. پشت کار بله. تانن. تمام راپورا رو نوشتم میکردم که اصلا یک منیجر چی میکنه. و وقتی که شد خودشان مرا پروموشن دادن منیجرشون که بعد از آرمانی مرا بعد از 7 سال از اونجا که با حقوق کلانتر بود به شرکت آرمانی بودم. اکسای دیگر کمرای همکارایشان هستن جورج آرمانی میارم نشان بده. باز در جورج آرمانی کاملا فرق کرد چون فروشگاه بردوف گودمن یک فروشگاه است اما جورج آرمانی سرخواستری که باز ما رفتیم در فروشگاه بردوف آرمانی در آرمانی باز کارم از سر تا سر امریکا بود که باز تمام شهرها رو میرسم بررسی میکدم و میدیدم که کمک میکدم ترینینگ بود که ترینینگ به اصطلاح فروشنده ها بود ترینینگ خود خیاط ها بود من اونجا پالیسی پروسیجر برشان نوشته کردم بله که تاباله اما پالیسی عکس شما کسی بله. این یک فرشنشوی بسیار جالب بود خود آقای آرمانی یک دفعه تصمیم گرفت دو هفته مانده که بیاید در نیویورک فشن شو بده شما آها. فکر کنید پروگرامی که باید میساختن فشن شویی که بود کار آسان نبود بله بله. و یک تیم بزرگ بود که آمدن دست در کار شدن و تمام دیزاینرهایش آمدن از میلان و گفت که فقط اوما با چند نفر از تیمش میتونه بیاید این پرزیدنت آرمانی بود گیتانا سالارنزو که بسیار دوست هستیم تا باله فقط من میتونستم امروی اما گروه خود جورج آرمانی بله. که اما کار انجام دادیم و فشن شویش ته شد این همو تیمی بود که ما آورده بودم که کارها رو انجام بدن بله و یک عکس دیگه شما و این تمام هد دیزاینرهای میلان هستن آه. که من امروی آقایی که نمید دستراز من هست یعنی روزم رابطه داریم یعنی ایمیل داریم اینا تمام اینا کسایی هستن که بالاترین دیزاینرهای خود ایتالیا هستن بسیار که بر آرمانی کار میکنن و شما موجود وقتی که امروی از اینا کار میکردن یعنی در دهه 80 خود تقریبا دوره جنگ بود در افغانستان جهاد بود بله. جنگ بود اینا گاهی مسائل افغانستان بالا میشد امروی همکارای تان یا شما وقت یا ایچ وقتی من زیاد مسائل صحبت نمیشه ببینین من چون زیامت زیاد کشتم شما که رئیس میشین با شما رو کار نداره آه. متوجه میشین بسیار فهم میکنن که وقتی که شما در یک پوزیشن میرسین که یک عده بر شما کار میکنن او همو ادب اجازه نمیده کار بکنه و هم کارهایتان هم در سطح فکری هستن که این مسئله برشان مطرح نیست ایچ وقت یعنی من در تمام مدت که در اون کار کردیم مسائل سیاسی مال بالا نشده کوشش کردیم که لیاقت از خود نشان بدم که اینا به مملکت من افتخار کنن آها. و با احترام یاد کنن بله بله حتی مثلا از غذای ما اینا خوششان میایه و تا امروز رابطه دارم امروی تمام همکارایی که دو دوره بودن آها. چی در بردوف گذن چی در آرمانی اینا احترام عجیب به افغانستان دارن بله. و وقتی که خبر بد از افغانستان میشنوم ناراحت میشن من وقتی که علاوه بر جایشا فوت کردن یکی از رؤسای سابق من برام تلفن کرد که حالا او در ورکشاپ کار میکنه در خود میلان آها. که گفت من چقدر متاثر شدم که تو در دوره جایشا در افغانستان بودی و حالا فوت کرده ببینید او خاطره خوش مانده بله. یعنی برای معرفی مملکت هم یک مقدار فکر میکنیم خود ما معرفت یعنی که من اینو که ما معرفی میکنیم به نیست مسلمان به نیست افغان مثلا ما دین خدا با حرکت خود بسیار مقبولتر معرفی کرده بله. میزنیم از اینکه قلکچر بتیم و حرکت بزنیم به طور مثال در امسایگی خود اگر ما فرض کنیم اون منطقه رو پاک نگاه کنیم بله. اگر با مردم روش خوب داشته باشیم اگر یک امسایه نو میره یک غذا برش ببریم بله. و بازو پرسان میکنه تو از کجا هستی؟ از افغانستان هستی؟ مسلمان هستی؟ او بسیار به ذهن از امینا میمانه بله. و امی پیار که میگن پاپرگلوریشن بله. تا اقلاده میمسته بله. شما مثلا وقتی که طالب آمدن و به این کارهای کلانی که کردن و دیزاینایی که کردن این سوال پیشان حق نشد که یک زن افغان مثلا به این ترتیب است و در اونجا چی آل است این چیزها را بس سوال ها رستان میکردن ولی ایچ وقت نمیکردن همیشه باعث تحصیلشان بود آها. بله. که میگوتن ما چهره واقعی یک افغان در امریکا میبینیم و او چیزی که از افغانستان خواستن آها. ببخشن ساختن چی هست آها. بله. و ظلمی که میشد اینا بسیار باعث تأثیرشان میشد بله یقینا چون میدیدن که خب ما آدمای روشن فکر در دوره خود ما بودیم انسانای درست بودیم چرا یک دفعه به قهقرا رفتیم بله. از این طرف به اون طرف شدیم از این رو به اون رو شدیم حتی یادتون باشه وقتی که طالبان رفتن جورج آرمانی اگر اشتباه نکنم 2,80,000 دلار برای افغانستان کمک کرد
خب وقتی طالب اصنیتی رفتن بله اصنیتی رفتن یعنی علاقمند بودن و تابال علاقمند نه تابال علاقمند هستن یعنی نه خب البته ما مسائل سیاسی رو اینجا بحث نمیکنیم ما وقتی که منایس دو زن افغان میشینیم روی مسائل افغانستان صحبت میکنیم خامخا موضوع سیاسی بالا میشه و شما یک در صحبتایتان یک مسئله رو مطرح کردین گفتین که ما از کابل آزاد آمده بودیم کابل که امرای رومانس و رومانتیک و آزادی دخترها و بچه ها بود و پاهمتون میرفتیم اما متاسفانه او تنها در امو اوزی کابل و زیادتر شاید در شهر نو یا وزیر اکبر خان بود یا فاخیسی یعنی در امو خود کابل هم شما تا شاشهید میرفتین یک فرهنگ دیگه میدیدین پس کردین تا شارارا میرفتین یک فرهنگ دیگه بود یعنی تا کارتی چار میرفتین یک چیز دیگه بود این ماندار کل از این مسائل جمع شد تا بالاخره به یک انفلاک انفلاک کرد و شرایط سیاسی در افغانستان تغییر داد و موضوع دیگه یکی که بسیار برای من قابل توجه است و ایره من خود من هم بیاد دارم که شما گفتین وقتی که آمدین دیگه شما همای ترزی نبوده بله و وقتی که من برمی که آمدم من چون زبان انگلیسی یاد نداشتم و فرانسوی می فهمیدم من بسیار اول دیپرس شدم برای اگه یادتان باشه اگر شما یقین انگلیسی یاد داشتیم برای فاکولتی تعلیم تربیه انگلیسی بله بله مکتب زرغونام مکتب زرغونام بود بله. وقتی که شما زبان یاد نداشته باشین فکر میکنین یک انسان بی سواد است نه رادیو خوش دارم نه تلویزیون و من بسیار زیاد دیپرس شده بودم بس دل افسرده شده بودم بالاخره من پشت کار گشتم و به یک نانویی فرانسوی که یک زن یونانی او را اداره میکرد من کار یافتم به خاطر لسان فرانسوی و این نانویی تصادفا در یک مال واقع شده بود و ما اونجا که کار میکردم یکان دفعه افغان ها کتیر میشتر میکسن زهره یوسف در اونو نانوهی کار میکنه و ما موندر در افغانستان زهره یوسف بودم برای در شایسته شده بودم در تلویزیون مسابقات زینی پدرتانو میشناختن پدر ما اما وقتی که به این نانوهی فرانسوی کار شروع کردم من زمین رو موندر پاک میکردم اما تیره های کلشه و گفتخه رو میوردم و ما وقت یکان روز دقمشن بازیزن بر من میگفت تا از نامش یادم از هگی بود نامشتن یونانی بود او بر من میگفت که دیگه تو او زوره نیستی تو آمدی به مملکت دیگه و تمام گذشته رو باید بسته کنی او در خاطریت است بله. باید تو از صفر شروع کنی دقیقا. و راستی اما تو را بود کل ما از صفر بله، شروع بله، کنیم بله. و امی که مثلا روانای داخل افغانستان اگر فکر کنن که ما در اینجا بسیار عرشی کردیم نکردیم نه خیلی زحمت کشیدیم کل ما جهر بله. همینطور که خدمتتون گفتم من خودم وقتی که اول آمدم خب ببین کار از $2 و $6 شروع کردیم اما با پول بیشتر احتیاج داریم من در عمرم آشپزی رو نمیفهمم کلچه پختن یک دوست ایرانیم گفت که همین نان پنجره‌ای بسیار آسان است یک قالب هست بود خمیرش هم یاد داده بود نوشته کرده بود من باور کنیم برای هر ما دو ماه حتی برای یک دکان ایرانی نان پنجره‌ای پخته کردیم که باز بله چون خیاطی که دیگه زیاد شد گفتم ادامه نمیتم یا رفتم خانه یک نفر پاک کنیم بسیار داستان جالب بود یک خانم بسیار محترم بود مرا اول که گفت تو کار که 6 ساعت میشه و 2 ساعتی من تا گفت و تشناب من بس نزد گفت you're a lady I don't want you to touch it بله. اما کردن افغانایی بودن که تشناب هم پاک بله. کردن بله. مطلع کار بله. کردن اما یک چیز فوق العاده مهمی که در این جامعه بسیار مورد علاقه من است که کار کردن هیچ عیب نیست نخیر هیچ وقت حتی کسایی که بر ریاست جمهوری میرسن امی اوباما بله. از یک خانواده فقیر بله بله. چی بله. کارهای پایان انجام داده امروز رئیس جمهور امریکا بله بله. هستی بله. این چیزیست که در جامعه غربی آدم واقعا میبینه که دیگه تو او بیبی جانی که در افغانستان بودی نیستی بله. دیگه تو او آدمی که بودی نیستی بخاطر که برای زنا کار هیچ عیب نیست همه کسی کارها رو انجام میده بله. خب بیاین اوما جان سریعی صحبت کنیم که شما من هست یک زن موفق افغان یک زن خانم پیش قدم که در وقتش همون قسمه که پدر شما بفتن که صدها را واقعا شکستان رو رفتن و بسیار گفا را مندار شنیدن به این جای شد بله راجع به موقف زنها امروز در افغانستان چی فکر میکنید؟ آیا از داشته هایی که شما دارین میتونین از این یک استفاده بر افغانستان کنین بیا چطور؟ اول سر داشته ها میگین که من خدمتان عرض کنم که وقتی که موقت شد و طالبان دیگه رفتن من تنها کاری که بود در اون زمان میتونستم بکنم گفتم یک کمکی که میتونم بکنم اگر شبه که من دیزاین بکنم طراحی بکنم تکرار بگیرم تمام موادشان به افغانستان روان کنم و اونجا حتی آزار بودم که پول بودم که چند تا ماشین خیاطی بخرن چند تا بیبر جمع کنن که این کار بکنن که متاسفانه او بسیار خاطری بد شد آخرش که ما تمام اموال که من چندین هزار دلار
خرج کردم دادم هیچ وقت به افغانستان نرسید. فقط کسی که دادم یه خب بدبختی بود تو میگن ملاخور شد کار نرسید. تمام تکا غیب شد. تمام بکلا و تکمای بیا چه چیز قیمتی بود. من چرا اخ افغانستان دوست دارم که هیچ وقت نمیخواستم یک چیز خراب روان کنم. تا حتی شولدر پده آرمانی برشان روان کرده بودم. تمام کلا اینا گم شد. یعنی بعد از یک نفر روان بله بله. به یک نفر بود که حاضر شده بود ببره. و گرفت و دیگر درا خوردش درا خوردش آره تو نبود که اشتوک به جای یاد شد خوردش شد بله بله او از اون که من دیدم که نه از این جهت نمیتونم کارو بکنم خودم با مسئولیتایی که داشتم رفتنم هیچ وقت امکان پذیر نبود از جانب دیگه با روحی آزاده که من دارم من هیچ وقت نمیتونم در جامعه برم یک مرد و من بگوی ایر بکو ایر نکو متوجه دائمی طرز فکر و دنیا نامدیم در جامعه که اینقدر کرپشن است و انو زن میگم دو تا شاید به زن یک مرد من اینمی برام قابل قبول نیست چرا همیشه پدرم میگه که تو از برادرات هیچ چیز کم نداری یک چیز بیشتر داری که احساس لطیف زنانه ایت ده اون لایه نمیری بخاطر میگم بله. زنا بسا ایموشنال هستن بله. از خاطر ایواز یک شاید دو تا باشه بله اگر ایموشن باشه من ادارات رکال ما اداره میکنم چند تا مرد بیارم ببینیم که میتونن اداره کنن خوبه هست و هست میذاریم به هر حال بعد دیدم که از این نظر نمیتونم این کارو بکنم اما به این که زنای افغانستان من این قبول میکنم نه تنها در افغانستان در جامعه که ببینیم زن زحمت بیشتر میکشه همه جامعه امریکا زنها به دلیلی که حتی شما در تاریخ که میرین در هر مملکت زن همیشه بسیار پایین تر بوده سنا در جامعه شرقی و جامعه ما نیست بله شما این همیال در مدوست برین اما قضیه بله در به شکل دیگه شد بله بله به همین دلیل زن زحمت زیاد میکشه زنه افغانستان واقعا زنه روشنفکر در بینشون بسیار زیاد است خدا کنه که موقعیت برشون داده شد تا بو جایی که من میخوانم میشنم میبینم اینا تلاش ناییشون میکنن آیا موقعیت چون ببینیم موقعیت باید فراهم شود مثلا اگه پدر من آدم متعصب بود زمینه برابر شد زمینه برای من برابر نبود و اینمی اوما نبودم متوجه میشه؟ یقینا مثل شما شاید صدها دختر افغان با استعداد بودن اما جرأت نمیکردن پدرهاشون اجازه نمیداد که این کاره بکنن در خانواده بسیار محافظه کار به دنیا آمدن و این همیال من مطمئن هستم که هزارا و میلیون ها شاید افغانستان خانمایی باشند که بتانند بسیار کارهای برازن در انجام بتن اما موقعیت برشون فراهم نیست و همونطور که بحث کرده ایم واقعا اول باید مردای ما تعلیم ببینن مردای ما این فکر فرسوده را کنار بذارن و انعاتی پوسیده از فرسوده ما با قرن بسیار زندگی میکنیم بله 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 و دخترای خود واقعا اینا پروبال بتن به خانمای خود احترام متقابل داشته باشن او زمان میتونیم بگویم زنان افغانستان موفق بشه. بله. یعنی با وجود تمام مشکلات و قیودات ما که میبینم از اخبار معلوم دار زنها در افغانستان بسیار راست قدم‌های بسیار محکم و مستحکمی را پیش می‌برن و صحبت بسیار منطقی میکنن، ادبیات بسیار خوب استفاده میکنن و امروز هم که در امریکا و اروپا دخترای ما که پر و بال به اصطلاح باز کردن و کشیدن واقعا پرواز کردن. بله. یعنی تحصیلای بسیار خوب کردن که جای افتخار است اما شما میایم سر از نگاه کار دیزاین شما بله. مثلا خانم چی به داخل افغانستان زلیخا جان شیرزاد بله. دیزاینر بسیار محبوب بله. هستن ما کارهایش رو که زلیخا جان رو دیدم بله. فکر میکنم که بعضی خانم اسینا جان شیر اون دیزاین میکنن اون مسائل منزل و اینا اطفال لباس اطفال اینا رو شما یعنی با متریال با تکه افغانی یا با استایل افغانی یک چیز امکان داره که دیزاین کنین مثلا امی حجاب باشه حجاب افغانی بسار چادرهای مقبول میپوشن با چپن من میتونم هزار تا دیزاین براتون بکنم اما کی پیادش میکنه و امید از برای این در شب اگه سفر به افغان چون داشته باشه من تمام اطلاع در اون دوری هم که تکار روان کردم تمام اسکیچش رو کرده بودم دیزاین ها شده بود و نمونای تکام زده بودم که اینی رنگ و اینی رنگ و اینی رنگ تکه با این کارهای دسته افغانی برای این لباس و کسی حاضر باشه من برشون روان بکنم من هیچ انتظار توقعی مادی هم ندارم هیچ وقت هم نمیخوام که برم و در اونجا کار بکنم سر مردم پول داشتم نیست مردم من قدر فقیر هستم که من این کار نمی کنم من افغانستان وقتی که من افغانستان در مقابل کمره تلویزیون میبینم سر لباسشان من انتقاد ندارم به این وجه انتقادم نمیخوام کنم چادر ابسام مقبول و چپنا تنها چیزی که من یک کمک بسیار ناراحت میسازه یک فیشنی روی میکنن دخترای جوان که خود جوانی یک زیبایی است بله مثلا من فقاره به تلویزیون آریانای آقای بیاد میبینم
یک چشما میکشن یک ابرو یک لبا که مندار از استایل هندوستانیا گرفته بله یا بله. عربا گرفته این بسیار ابروهای عربی هست بله. اما بسیار امی آرایش زق است در یک نطاقی که خبر میگه درست به نظر ما یک نطاقی که خبر میگه باید بسیار یک فیشن ملایم داشته پروفیشنال باشه پروفیشنال بله باشه بله مثل ما در اداره میریم بله, بله که بسیار زننده نباشه اما اگه یک دختر جوان فرسترین 20 ساله 24 ساله 25 ساله مقابل کمبری تلویزیون میشینه یک چشمای سیاه یک رقم ابروها و یک لبای لب سیرین تیز به نظر ما درست نیست بله. اینه اگه ما باشم من قبول میکنم بله نه شما من گفتن کاملا قبول میکنم اما در موقعیت از اونها که میبینیم گایدلاین درست وجود نداره را مدل برشون وجود نداره اما تو شما میگین میبینن که در تلویزیون هندوستان چیز در فیلمای هندی چیز از اونها یاد میگیره مثل که من خدمت تان عرض کنم که یک آقای هست از افغانستان این همیشه بر من ایمیل روان میکنه و تنها کسی است که کتابای من تانسته یک دانه به کتابخانه پوانتون بته و یک دانه به کتابخانه آمد چون هیچ کس هم حاضر نیست کتابا را تا ببره من مجانی میتونم من میتونم کتابای من بر فروش نیست بله. اما هیچ کس حاضر نیست که کتاب ببره به هر حال این آقا بر من چیکار که اوما باید تو در شهر افغانستان نجات بده تمام پایش منطقی بود گفتم ببین هیچ وقت ملامت نکن اونا را ملت را که 30 سال در جنگ گذراندن بله. زحمت های زیادی دیدن مشکلات عجیب اینا دارن از نظر روانی و مشکلات روانی وقتی که باشه او عقده را به جاهای آدم خالی میکنه که بسیار به شکل زنندهش ممکن باشه و حتی امی شما در مورد فیشن هم بگین یک دختری که ممکنه که در جنگ و در خیمه و ماجرت بوده اصل عملیه بر میاد میبینه که اینال که در تلویزیون هستم سرخی کنم سفیده کنم کل کار بکنم که یک چیز شوا یایل یک کس از پیش ما میگی بله بله متوجه میشین اینه موجود در افغانستان افغانستان من وقتی که فکر میکنم میگم جامعه بیمار است به دلیلی که خود جنگ بیمار میسازه بله من چون امرای کسایی که در دوره جنگ جهانی بودن کار کردیم من باور کن یک خانم بود شما اگر در دستش دست میکردید جد کمی خورد به خاطر که در کمپای نازی ها بوده و بازی میره در انگلستان یتیم بوده و در یتیم خانه کلمش بر اثر ابیوزی که اینا شده بودن میترکیدن من از یک مثال دارم که نفر باشان کار کردیم که نمی حالت ها را و آل همیشه جامعه افغانستان که میبینم اونمو بیماری ها را میبینم بله. که عکس عمل های وحشتناکی که ما میبینیم و شما بازم در او جامعه ببینین که چی اتفاقات ناگوار مفته بله بله این خودش باز اثر بد میده که خدایا اینا که اگر میگن آزادم شدیم باز ما آزاد نیستم بازم اونمو یورگوییست بازم فقر است بازم روانی بعد از جنگ بله اینا من همیشه میگم افغانستان رو کمک میگم ما باید یک 10,000 تا روانشناس بفرستیم شما فکر کنین اینجا یک نفر وقتی که ابیوز میشن چند سال تراپی میره تا او تراما از وجود اگه بره بیرون او جامعه تمامی تراما رو داره یقیناً بله هنوز هم حتی ما آثارش داریم بله. ماهایی که مهاجرت کردیم شاید به زیر بم و مسائل نبودیم در جنگ های تنظیمی حضور نداشتیم یعنی حضور فیزیکی نداشتیم اما خبرش بله. کتابش که میخوانیم همیشه آثارش همراه ما است بله. و از این خاطر است که افغان ها چی از طریق تلویزیون شما میبینین چی برنامه ساز تلویزیون هستین بسیار عکس‌العملی رفتار میکنید بله. همیشه به شدت گپ میزنید بله. قهر میشید اگریسیو هستین به دلیلی که وقتی که حمله زیاد میشه اصولا قدرت دفاعی بودن برای خودش بله. اون قدرت دفاعی وقتی از حد تعادل خارج میشه حالت اگریسیویتی داره یعنی فکر میکنیم که انال اگه یک آمریکایی که بالای چشم تبروز این تبیین به افغانستان کرد مثلا من سر صحبت شروع برنامه را سر موضوعات برنامه‌سازی دینی ما مطرح کردم لازم نیست که از طریق لاینای تاریک تلفن قدر توهین و تحقیر به برنامه ساز و برای یک مهمان شوه دین ما را از پیش ما کسی نمیگیره ایچ امکان نداره ما مسلمان تولد شدیم مسلمان هستیم مسلمان ما میریم اگر ما بسیار ناراحت هستیم از خاطر جوانای خود جوانای ما رای خود پیدا میکنن اما جان اگر ما راهنمایی غلط شون مندر گم میشن اما جوانا آنقدر آل رسیدن در مسائل دین خودشان به کتابخانه میرن ما باور کنیم یک دختر ما است که این استنفورد خوانده و ماستری خود در قسمت مطالعه ادیان گرفته ریلیجیوس استادی و وقتی که ما امروز در مسائل صحبت میکنم بسیاری وقتا خنده میکنه و او قدر وارد است در این مساله سو خاطر ما بسیار عکس العملی رفتار میکنیم در هر موضوع یک دفعه قار و قال دست از خاطر است که در مابین افغان ها متاسفانه دین و سیاست به افتضاح کشانده شده حالا شما وقت دین صحبت میکنید زمزمه های نیایش ما تمامش دعاست
بله من یک دوستم در آلمان برام تلفن گفت ما همیشه دعا دیگه تصمیم گرفتیم وقتی غزلیای زمزمایی نیست میخونم رازونی هاش کمره خدا میکنه اما در ظاهر من هیچ وقت کسی رو نمیفهمه چون رابطه من با خدای اگر کس شما رو ببینه میگه یک خانم سکولار است چادر نکلش بله. به معنی اسلامش هم در بله. خطر است بله و بر اطلاعشون بگیم کتاب چهارم باز به ادامه از این غزلیات بله بله خوب مجان میگه بسیار میخوایم که یکی از اشعارت اگه بر ما بخونی بسیار خوشحال میشم و از لطفت جان هم خواهش میکنم که اگه موزیکی خوب ازش بانه که ببینیم که ایره مقبول تر بسازن یک شعرش بنام افغانستان ایره خدمت دوستان میخوانم دستانم را میبویم بوی گندم های نورسته در دستان پردرد و خسته یاد زمین های سبز را در گذشته ها زنده میسازن در زیر ناخونهایم سبزه های زرد رویده و گندمستان تنم سرزمین خشک با سنگهای ترک خورده زیر قدمهای بیگانگان مینهای کاشته شده در زیر پوست بیمارم سینه های پرشیرم را خشکانده در گیسوانم دیگر لاله نمی روید شقایق برای همیشه چشم بسته و بنفشه ها خوابیدند نسترن و شبور داستان به شگفتی چشمان نرگس پر عشق یاسمن را در تاقچه دلم می بویم از سرد خستگی و جنگ یارای رویدنم نیست همه خوبی ها، عشق ها، آواز ها و امید ها در من مرده و امروز سرزمین هستم پر از فغان ها و ناله های بیشمار سرزمین افغانستان مقبول است شعر ببینید نوما جان من وقتی که به نقشه افغانستان نگاه میکنم و به طبیعت افغانستان احساس میکنم که افغانستان از ما یک گله داره بله از مردمایش یک گله داره از فرزندایش و از این خاطر از بریزی که فرزندها به افغانستان دارن یک رقم خیانت میکنن متاسفانه و از افغانستان یک سرزمین بسیار مقبول و قشنگ است و این شعر شما بسیار عالی است خب یک شعر دیگه از زمزمه های نیایش هم میخوایم بشنویم خب میریم یک سبجکت کاملا دیفرنت آه بله نیایش بله دلشدگان ما دلشدگان گوشه میخانه خزیدی تا چهره تابان تو را باز میدیدی انوار تو بر گوشه محراب نمایان از کعبه و بتخانه به آفاق پریدی هر جا که صدا بود که الفاظ و کلامت از مومن و ترسایی و از گرد شنیدی تازات تو تابان به من و خانه دلها از فرقه و افسانه ادیان جهیدی خالق چو یکی باشد و این کعبه همان دل دنبال در دوز به هر کوچه دویدی آشفت دلان بوسه به درگاه تو دارند از لطف و کرم منت دونان نخریدی مستانه روم توی تو عیشای کرامت از مرحمت از رشته دنیا ببریدی تا جان من و سجده به درگاه تو باشد این جامعه افسون شده را پاک دریدیم دوران به شتاب است و کجا مهلتی دیگر در قامت رعنای زمین جسته خنیدیم دنیا چوبکام است یهی فرصت دیدار از هجر تو سر جور در این دور کشیدیم هر دم که نوای دل مومن به صدا خواست از صدق و صفا جانب او مست و دیدیم آهسته کنم نغمه اصلی خدا آغاز پاینده بدین خانه و کاشانه لمیدی در جامعه تزویر و ریا باده نهادی در جامعه تقواز کرم ساده تنیدی پرواز دلم خانه اغیار نباشد چون مرغ هما کنج قفس خانه گزیدی مرغ هما خصوصا نام هما هم مرغ است بله مرغ سعادت است که میتونه در قدیم وقتی که پادشاه انتخاب میکردن مرغ هما رو میگن که پرواز میدادن سرشانی هر کی که میشیش پادشاه انتخاب اومو بسید نام مقبول است اومو اخوار ما نامشن اومو جان است اومو بسید مقبول است خب بسیار اومو جان گل بسیار اشعار مقبول واقعا مثل که یکی دیگام از این کوچ پرندگان اگر بر ما بخوانید چند دقیقه وقت داریم؟ من اول اگر اجازه این مقدمه کوچ پرندگانم میخوانم با شعرش آه چرا بله. بفرمایید این مقدمه خودش کوچ پرندگان مجموعه اشعار اهدا شده بر عزیزانی که پاره های دلم هستند در دیار سرد غربت و دور از وطن این کتاب پیام آور عشق ها امید ها غم ها جدایی ها و درد های از دریای صداقت های اصیل
قلبم تراوش کرده و بیانگر رابطه های پاک انسانی که دوری های اجباری هم نتوانسته این پیوند های راستین را دستخوش حوادث و دل های من را هم بیگانه سازد. این کتاب پیام من است به تو و او و به شما که همیشه در دلم جا دارید و با گرمای وجود شما عزیزان در این دیار سرد غربت قلب تنهایم را گرم می سازم. این کتاب احساس راستین یک زن افغان است در سرزمین بیگانه و فریاد قلبش که در شهر خوبی ها با شما وصل شده با صداقت زیسته و در آزادی اندیشیده. آره ما زندگان راستین دهه پر نور 60 و 70 شهر کابل که در فراز آسمان مان مرغ صلح در پرواز بود و نوای آزاد زیستن شهر مان را پر نور و رنگین ساخته بود، در شهری که آدم ها طعم واقعی آزادی را چشیدند، با وقار زیستند، آزاد سرودند و پاک اندیشیدند. بگذار تا تاریخ ما را از یاد نبرد و بر دیواره هایش اندیشه های آزاد مان را حکاکی و همیشه جاودان سازد. شما یک شعر برای من هم گفتیم بله. خود کوچ پرندگان من براتون میخوانم که اصلا اسمش از این شعره. بله. ما پرندگان اینو گفتیم به عزیزان مهاجر و دور از وطن. یقینا. ما پرندگان مهاجر شهرهای دور که با بالهای عشق در جلال آسمانها و پرواز بودیم، خوبی ها را در زیر منقار من پنهان و در بالهای من رنگین کمان امید روییده بود. بنفش آبی سرد و زرد و زیبایی چشمان مردمان جنوب و در اقیانوس سینه ایمان محبت موج میزد، پاک و پرصفا، پر از هستی های رنگین و پراهن. امید امید امید، آری امید را در قلب های ایمان میفشردیم و به هم عشق میبردیدیم، از عطر وجود هم مست بودیم، گرم و تابناک و هوای شهر مملو از حرمت های انسانی و صداقت در وجود ایمان حکاکی شده بود، غافل از طوفانی که در انتظارمان بود. طوفان بپا خواست، امیدها را امواج پرخش با خود برد، خانه ها از هم پاشید، گره های محبت باز گردید و امروز ما پرندگان مهاجرین در سرزمین های غریب، هر کدام در گوشه، در لانه و در شاخه. و در همین قربت میمریم و در همین خاک دفن میشیم، البته خاک خاک خداست. بله. اما باز هم وطن چیز دیگه است. اما جان ما را به یاد قدیم ها بودی و واقعا جبر تاریخ از کدام ما را به هر طرف افغان. بله بله. خب یک کم سر زندگی شخصی تان میگم، شما من دار یک امسر دارین، یک بله. امسر دارین، امسر شما چی کار میکنه؟ بله امسر من دکتر اسکندر، بله اسکندر، دکتر اسکندر رستگار، سال 92 ما 91 ازدواج کردیم و در یونایتد نیشن فعلا کار میکنه. یکی از باعث تشویق های من خود همسر من، به دلیل که همسر من فوق العاده مرد روشن فکر است و همین احترام میچوال به من داره و خود از این کسی که تا به امروز با وجود که دکتریش در علوم سیاسی بود، دیپلمات بود، در ملل متحد بعدش کار میکرد، بعد از دوره شاه در ملل متحد کار کرد، وقتی که تقاعد کرد دوباره تحصیل کرد. آها اصلا شما از ایران؟ بله از ایران هستم و در تحصیلاتش به ادامه داد، دو تا مدرک گرفت. بله. میدیشن آربیتریشن دوباره یو این استخدامش کرد. بله و بر سیویل کورت امریکا هم کار میکنه و همیشه آدم است که دو تا زبان میخونه، هنوز ادامه داده، عربی رو خوب کامل گرفته، فرانسوی رو الان میخونه، انگلیسیش خوب فوق العاده خوب است، فارسی. و ما یک خانواده هستیم که به اصطلاح هم دیگه خود کامل میکنیم و هیچ وقت استفاده ی وجود نداره، من کتاب نوشتم میکنه و تحقیق میکنه اینا. کسی ایران و افغانستان نیست هیچ وقت. ما و احترامی که شوهر من به افغانا داره، اما احترامی که من به ایرانی دارم. پسرتون چند ساله؟ پسر من نام خدا داره 37 ساله میشه. خب نام خدا بله عروسی نکرده. میره یک نامزاتک داره، خیر باشه بگه میخواد یک پسر داره. بله پسر من در انگلیسی شعر میگه و انشالله بعد از این کتاب که چاپ کنم، در کتاب بعدی که ما شروع کردیم با هم، شعرهای ما به انگلیسی ترجمه میشه. منتها ما با پسرم یک جای ترجمهش میکنیم. بسیار جالب. و منظور شما هم سر شما هم خودش از یک فرهنگ بسیار قوی ادبیات بالای ایران میاد. بله بله. بسیار یعنی شما در دو یک جوری بسیار خوبی است به معلوم دار و چیزی بسیار جالب است شما لهجه مقبول دری خودتان افغانستان نگاه کرده. بله. و چیزی که در مورد کوچ پرندگان یک جای توجه ما را بسیار جلب کرد، واقعا ما در اون وقتایی که در افغانستان بودیم و ما جان مسئله پشتون و تاجک و ازبک و ازاره و شیعه و سنی هیچ نبود. بله. و ما همه واقعا
افغان بوده. بودیم با هم دوست بودیم پیوندهای صورت گرفت ازدواج های صورت گرفت برای متاسفانه امروز ماندار دست های بیگانه است ما را با جان هم سخت انداختن. بسیار تشکر از اینکه شما آمدین با برنامه خواهش میکنم و سفر شما به لس آنجلس خوش بگذره. من اول نیست که شما به کالیفرنیا آمدین شما به شمال کالیفرنیا آمده بودین. بله بله بله. خب پیش از اینکه از برنامه بریم بیننده عزیز از آقای غوث الدین میر و نایجان علومی بسیار تشکر که مجله بانو را برام روان کردن که در این مجله مانده سال 93 تبریک دادن و به عین زمان تصویر از خانم دیویانی و عزیز علی که اردو اونا بسیار زیاد هنرمندای موفق افغان هستن تصاویرشون در روی پشت از این مجله است که ازشان ممنون هستم. یقینا اینا امروز شما هم و ماجان به تماس خواهد شدن یعنی مصاحبه هم شما خواهد داشته باشن. از مجله بانو آگاهی دارین اینا به حالا به اتریش چاپ میشه؟ نخیر ندارم متاسفانه. یکی دفعانای ما که در اروپا هستن در اوزی هالند و دنمارک و اتریش اینجا اینا امی مجله رو بر خانم ها چاپ میکنن. بسیار مجله جالب بسیار مزامین جالب و آشپزی و سپورت و موضوعات روانی و اینا و فکر میکنم یک منبی بسیار خوب مطالعه بر خانم. بله حتما موفق باشن انشاءالله. از برادر عزیزم مصطفی جان از مصطفی جان هاشمی سید مصطفی هاشمی که دکنه کردن دیویدی خود به نام رگ گل برام روان کردن که اشعار از مولانا و سعدی و حافظ بهش است و یکی در وقتش از استفاده خواهد کردم از شاید جهان ممنون استم. به هر صورت از لطفجان گلام بینده عزیز برکمن نمره که از 310 شماره من مندار اماجان تجدید دات کام میتونین امروشان به تماس شوین و از این که اماجان آمدن و مهمان ما شدن امروز یک جهان ازشان ممنون استم. صحبت های بسیار خوبی بود ما را به گذشته ها بردیم. تشکر از شما میکنم که کارتان موفق باشین. البته بر ما بسیار جای افتخار است یک خانم افغان به اطر به اصطلاح مخصوصات مهم دیزاین و لباس که بسیار چیز مهم است در امریکا و خصوصا در نیویورک شما کار میکنه. بسیار ما موفقیت شما را و پروگرام هایتان و خود برنامه آریانا برام بسیار مهم است چون نبیل جان بسیار برام عزیز است. ان شاء الله که همه شما رو میشناسم. بله میگردیش خوردی ما کلان شده. بله خوردی ما کلان شده. خاطرات دیگه داریم. تشکر بسیار مجرگل از لطفت جان عزیزم یک دنیا ممنون که برنامه امروز با ما همکاری کردید. خوب بیرنده عزیز و عجمن از اوصله مندی شما برای یک و نیم ساعت که ما میمان خانه های شما